به نام خدا. خب با عرض سلام و خسته نباشید. خب میرسیم به مبحث کارگاه نینتکس. من توی این کارگاه میخوام که چند تا سناریو رو در واقع با هم دیگه بحث کنیم و سه یا چهار سناریوی متفاوت رو با هم صحبت خواهیم کرد، مدل های مختلف، شکل های مختلف رو، و سعی میکنم توی هر سناریو تکنیک های پرکاربرد رو، علاوه بر اینکه اکشن های متفاوتی رو سعی میکنم استفاده کنم، تکنیک های پرکاربرد و مهم رو ما یاد بگیریم. چیزی که توی این تکس خیلی برای ما مهمه، علاوه بر اینکه باید بدونیم اکشن ها چی هن و چی کار میکنن، تکنیک ها ترکیب استفاده از اکشن های مختلف هستش. برای اینکه این مباحثی که در واقع میخوام توضیح بدم مفید باشه، حتما باید مباحث مبانی نتیز ورک فلو رو یا ویدیوهایی که داریم بسته یه آموزش ورک فلو رو مطالعه کرده باشیم، یا حالا با اون دوره هایی که حالا در خدمتون بودیم اونها رو مطالعه کنیم. یعنی پیش نیاز این بحث دونستن کار با نینتکس. فرض اون برای که ما نینتکس و اکشناش رو بلدیم، چجوری کار میکنه، چجوری چی کار میکنه. حالا من در طول دوره وقتی میخوام از یک اکشن استفاده کنه توضیح سریع و فشرده هم میدم، چون ممکنه اکشن هایی رو استفاده کنیم که اصلا تو ویدیوهای قبلی گفته شده نباشه، یا نکاتی رو در واقع اینجا توضیح بدیم که تو ویدیوها نباشه، نکات تکمیلی باشه که خیلی هم زیاد خواهد روی این بحث. خب اولین سناریویی که مطرح خواهد شد فرایند درخواست وام. من سناریو رو به شکل ساده تعریف کردم. سناریوهای ما هر جور رو تعبیریم پیچیده تر میشه، سخت تر میشه و زمان برتر خواهد بود. اولین سناریوی ما فرایند درخواست وامه که کاربر میاد در داخل یک سامانه، یک فرمی درخواست وامش رو ثبت میکنه. این که میگه مثلا من چه مبلغ وام میخوام و به چه شکله. سامانه میاد چک میکنه که آیا این پرسنلی که درخواست وام داده سابقه کاریش، یعنی تاریخ استخدامش تا روز درخواست وام بیش از 2 سال هست یا نه. معمولا خیلی از شرکت ها و سازمانی کار انجام میدن دیگه. خب اگر بیش از 2 سال نبود، یعنی مثلا 6 ماه بود استخدام شده بود، خب میگیم که شما قابلیت درخواست وام رو ندارید و یه ایمیلی براش ارسال میدید، نوتیفیکیشنی براش ارسال میشه و فرآیند اون به اتمام میرسه. اما اگر تایید شد، یعنی بیش از 2 سال سابقه داشت، در گام بعدی باید مدیر مربوط به اون کاربر درخواست این کاربر رو تایید کنه، نه یک نفر خاص، مدیر همون کاربر. کاربرهای مختلف بر اساس پستی که دارن، اداره که کار میکنن، مدیرانشون متفاوتن. خب طبیعتا اگر درخواست در واقع کاربر رد بشه، خب دوباره یک ایمیلی میره و خاتمه فرایند. اگر تایید بشه میره برای در واقع بررسی واحد مالی. توی واحد مالی چه چیزی بررسی میشه؟ این خیلی قسمتی که باهاش کار زیاد داریم. بررسی میشه که آیا اصلا بودجه لازم برای اختصاص وام به این شخص وجود داره یا نه. مثلا این شخص 100 میلیون تومان وام میخواد، اداره در واقع مبلغ رو نداره، یا نه اصلا موافقت میشه با وامش، یعنی مدیر مالی در نهایت با وام این شخص موافقت میکنه، یا نه یک حالتی هست که میگه شما مثلا وامی که میخواین 100 میلیون تومان، ما فقط میتونیم 50 میلیون تومان به دلایل مختلف به شما وام بدیم، به بودجه کم دارین، یا بحث پای حقوق شما این وام محاسبه شده. به هر شکل در واقع هر سه حالتش رو ما اینجا در واقع قرار دادیم. خب که طبیعتا اگه درخواست وام موافقت بشه با وام مد نظر کاربر، درخواست وام به ثبت میرسه و فرآیند به اتمام میرسه. اگر موافقت نشه، خب ایمیل ارسال میشه، درخواست ثبت نمیشه در نهایت و فرآیند به اتمام میرسه. و اگر میزان اعطای وام تغییر کنه بر اساس نظر واحد مالی، دعوا با اون رقم جدید درخواست وام به ثبت میرسه و در نهایت فرآیند ما به اتمام میرسه. ظاهر این فرآیند بسیار ساده ایه.
منتها در عمل ما یه سری نکاتی میخوایم بگیم که بسیار بسیار مهمه، بسیار پرکاربرده، موارد تکنیکال رو بررسی میکنیم و حتما باید این موارد به شکل دیگه هم خودتون تعریف و در واقع تو سناریو دیگه امتحان کنید. اما برای شروع کار ما دو تا سامانه اینجا در واقع به صورت پیش فرض داریم. خب سامانه اصلی ما سامانه به نام درخواست وام که فرایند اصلی ما، فرم ما و تمام اطلاعات ما اینجا ذخیره خواهد شد. رنگش هم به رنگ تم سبز رنگ در آوردن که متفاوت باشه با سامانه دوم. یه سامانه دیگه ای داریم که سامانه منابع انسانی در نظر گرفتیمش که جهت ذخیره اطلاعات پرسنلیه. حالا لزومی نداره ما اینا رو دوتا سامانه کنیم، ما میتونیم همین تو سایت اصلی خودمون هم یه لیستی بسازیم اطلاعات پرسنلی باشن، ولی معمولا چون توی سازمان HR اون متفاوت از توی سامانه های متفاوتی هستن ما اینا رو جدا آوردیم. این جدا بودن این سامانه یک دوتا نکته بسیار مهم داره، یعنی نحوه فراخونی و واکشی اطلاعات اینجا متفاوت میشه تو این قسمت، برای همین ما اومدیم و اینها رو اصلا تفکیک کردیم. خب برای شروع سامانه ها رو من ایجاد کردم. ما به سه تا لیست اصلی احتیاج داریم، به سه تا لیستی احتیاج داریم. یک لیست خود پرسنلیمون که اطلاعات پرسنلی ما در سامانه منابع انسانی ذخیره خواهد شد، برای همین من میام اینجا عدن اپ. ما فرض بکنیم شیرپونت رو بلدیم، نینتکس رو بلدیم و حالا میخوایم کاربردی کار کنیم، برای همین دیگه اینا رو من توضیح نمیدم که حالا لیست چیه و لایبرری چیه. من میام اینجا یه لیستی میسنم به نام employers. اگه میخوایم اسامی رو فارسی بذاریم بذاریم، ولی سعی کنیم تو انگلیسی باشه. دو تا سایتی هم که داریم توضیح میدیم جفتش انگلیسیه، دلیل داره از فارسی زاستشون استفاده نکردم من. حالا من در ادامه چون میخواییم مباحث محاسب توابع تاریخ رو داشته باشیم و فارسی سازه مختلف اینجا یه مقدار نحوه عمل کردشون متفاوته، این تکست رو بعضی از فارسی سازه به خصوص فارسی سازه روی این سرور داریم درست عمل نمی کنه. یعنی مثلا اختلاف دو تا تاریخ مثلا تو دو روز مختلف، اگه تاریخ همون شمسی باشه یعنی فارسی ساز فعال باشه، کلندرمون در واقع پرشن باشه، اینجا مثلا 400 روز به شما یه عدد خیلی بزرگ و غلطی به ما میده. من برای همین اومدم مبنا رو گوشم سایت انگلیسی. خب سایت فارسی هم مشکلی نداره، همه تکنیکا کار میکنه، ولی باید دقت کنیم تو فارسی سازمون و محاسباتی که رو تاریخمون در واقع داره. خب من اینجا یک لیستی میسنم به نام employers. توی لیست employers ما چه چیزهایی نیاز داریم، چه ستونهایی نیاز داریم؟ خب یه ستون عنوان که حالا همون نام و نام خانوادگی پرسنل، زیادم شلوغ نمی کنم من چون میخوام سریعتر بحث رو جمع کنم در حد مثلا 3-4 ساعت نکات کامل بگم. بخوام خیلی مسئله رو باز کنیم یا ببینید مثلا 2-3 روز بعد توضیح بدیم، بخوام یه سیستمی که کاملا با دیتیل کامل عملیاتی باشه، ولی خب این انجینش که ما امروز بگیم، چارچوبش رو که کامل بگیم، شما میتونید خودتون بعدا اون رو در واقع بست بدید و هر جور که بخواید گسترشش بدید. خب من اینجا میام چند تا نیاز، چند تا ستون باید ایجاد کنم تو ستون امپلویر. اینجا من میام چی میسازم؟ یه تایتل داریم که نام و نام خانوادگی در نظر میگیریمش. میدونید که تایتل رو نمیتونیم حذفش کنیم، ولی میتونیم نیمش رو تغییر بدیم، اجباری بودنش رو تغییر بدیم. خب من اول همه میام و مشخص میکنم که اکانت این کاربر چیه، خیلی مهمه این چون باهاش خیلی کار داریم. میگیم employer account، جنسش رو میگیرم personal group employer account. خب ستون بعدی تاریخ استخدام. این ستون خیلی برای ما مهمه چون مبنای این که ما بخوایم در واقع محاسبه کنیم یه چند سال سابقه خدمت داره، این ستون هست. مثلا employer date یا حالا در واقع time و هرچی که اسمش رو میخوایم بذاریم. اینجا میگیم date time
جنس رو دیت تایم میگیریم و دیت اونلی. درست شد. دیفالت ولیوش هم همون نون میذاریم بمونه. خب نام رو داریم، اکانت رو داریم، تاریخ استخدام رو داریم. اما این نکته مهمی، مدیر این شخص چه کسیه؟ ببینید شاید بهتر باشه که ما بیایم و یوزر های در واقع اون ساختار سازمانی که داریم رو تو اکتیو دایرکتوری تعریف کرده باشیم و یا تو نیم تکس یا توی شیرپوینت بیایم و واسه اکتیو دایرکتوری و سرویس یوزر پروفایل شیرپوینت این اطلاعات رو بخونیم. ولی ما اینجا زیاد پیچیدش نکردیم. حالا این منبع میتونه متفاوت باشه دیگه، به جای یه لیست میتونه مثلا یه ساختار دیگه ای باشه. اسمش رو میذاریم برای مثال employer manager account. خب این رو هم جنسش رو ما در واقع میذاریم personal group. خب این هم به این شکل. خب در قسمت بعدی ما فرض میکنیم، اینو برای فاز بعدی این کار نیاز داریم، فرض میکنیم که پرسنل ما یک سمتی دارن، یک رولی دارن، یک در واقع سطحی دارن. برای همین موضوع ما میایم یک ستون اضافه میکنیم به نام رول. رول حالا این در واقع رول رو ما میتونیم الان اضافه کنیم، میتونیم بعدا که بحثش رو مطرح کرد همونجا اضافه کنیم یا بهتره همون موقع من اضافه کنم، خیلی باش درگیر نیستم. خب ما اینجا اکانت و نام و تاریخ اعزام و اکانت مدیر رو ایجاد کردیم. فعلا برای بحث ما این کفایت میکنه. ما خیلی ساده شروع میکنیم، بعدا هی گسترشش میدیم. توی قسمت بعدی میریم سراغ سرویس درخواست وام. پس توی سیستم HR اومدیم اطلاعات پرسنلی رو ذخیره کردیم. اما میام سراغ سرویس درخواست وام. من اینجا دو تا لیست نیاز دارم. دو تا لیست. یک لیست برای اینکه درخواست های وام که از سمت پرسنل میان داخلش نگه داره. دقت کنید میگم درخواست وام، نه لیست وام های گرفته شده. درست شد؟ اینا با هم متفاوت. چون ممکنه 100 بار درخواست روش ثبت بشه، فقط با 12 تاش موافقت بشه. حالا اون 12 تایی که موافقت شد توی یک جای دیگه ای ثبت میشه که تاریخ شروع وامت که یه مبلغ وامت دقیقا چقدره، اقساطت چقدره، باقی مانده وامت چقدره، اینا همه رو باش کار داریم. یعنی این صورت مسئله ساده ببینید اگه بخوایم یه ذره پیچیده‌اش کنیم خیلی راحت میتونیم در واقع شاخ و برگ بهش بدیم. خب این درخواست ها رو اسمش رو مثلا میذاریم request. درخواست ها. خب یه لیستی من ساختم به نام درخواست ها. حالا میام و چه ستون هایی داره؟ خب طبیعتا یه تایتل داریم که عنوان درخواستمون رو در نظر میگیریم. عنوان درخواست، مثلا درخواست وام مثلا جعاله فلان، چیزی که عنوان تایتل وارد میکنه. توی ستون بعدی کاربر درخواست دهنده. آیا نیازی به اینجا کاربر درخواست دهنده رو داشته باشیم؟ خیر. چرا؟ چون ما توی لیستمون یه ستونی داریم به نام created by. اونجا دقیقا کاربر ثبت کننده که همون کاربر درخواست دهنده وام هست مشخص. و یه ستونی داریم created، تاریخ ثبتش. پس تاریخ و ثبت کننده اینجا نیازی نیست، خودش دیفالت داره. اطلاعات کاربری رو که توی HR وجود داره. اما اینجا ما چه چیزی رو ما باید اضافه کنیم؟ علاوه بر عنوان، در واقع میزان وام رو، مبلغ وام، چه مقدار وام میخواییم. درست شد؟ اینجا مثلا حالا currency number در نظر میگیریم. جا مبلغ وام اینا رو من دسکریپشن میذارم که مشخص بشه. درخواستیم. حالا اینا رو هم دیگه میتونیم خودمون تنظیم کنیم دیگه. حالا خب من خیلی روی اینا کاری ندارم. آها اینجا فارسی نوشتم. خب
پس مبلغ وامدن خواستیم اینجا ایجاد کردیم. پس الان تاریخ رو داریم، مبلغ رو داریم، کاربر درخواست کننده رو داریم و یک ستونی من اینجا اضافه میکنم، چون این درخواست میتونه منتهی به وام بشود، میتونه منتهی به وام نشود. یه ستونی هم میذارم در واقع request status، شاید بالاخره این درخواست باش موافقت بشود یا نشود. دیفالت اینجا در واقع میتونیم یه سنو در واقع بولیان قرار بدیم، دیفالتش هم میذاریم نو، چون وقتی که درخواستی هنوز تایید نشده نباید اتفاق برش بیفته. خب اوکی، و یک ستون هم ستون توضیحات، به هر دلیل اگر رد شد یا مسئله بود اینجا برای ما مشخص بشه. اینجا میگیم request description. خب ساده داریم در نظر میگیریم دیگه، نه multiple line. خب به این شکل. خب این لیست درخواست های وام ما هست، تمام درخواست هایی که ثبت شده تو این لیست ثبت و در واقع باقی میمونه، چه درخواست هایی که موفق باشن، چه درخواست هایی رد بشن. اما یه لیست دیگه ما داریم که در واقع اطلاعات وام اشخاص رو میخوایم توش نگهداری کنیم. من درخواست دادم، حالا منجر به دریافت وام میشه. چه چیزی نیاز داریم؟ جایی که اطلاعات وام من که کی گرفتم، مبلغش چقدر بود، مبلغ اصلیش، نه مبلغ درخواست شدهش. ممکنه شما تو درخواست 100 میلیون بخوای، با 5 میلیونش موافقت بشه. تاریخ بازپرداختش کیه، باقی موندهش که، اینا رو ما باهاشون کار داریم. خب من یه لیست دیگه میسازم، اسمش رو هم برای مثال حالا میذاریم لاموز. هرش خب توی لیست درخواست وامم، لیست وام های گرفته شد، بسید اینها رو من حالا که اسمای انگلیسی گذاشتیم بریم و لیست ایمش تغییر بدم. اینجا میگیم درخواست وام، خب قبلا من گفتم دیگه، ببینید وقتی شما اسمی رو میذارید بعدا که عوض کنیم اینجا تغییر نمی کنه. این خیلی برای ما مهمه، به خصوص وقتی که میخوایم دیولوب کنیم یا با سیستم مثل پاور فرم و اینا، نیتکس فرم و اینا کار کنیم. خب درخواست وام و دیگه چه چیزی بود؟ درخواست لیست سوابق وام، بذارید این اسمش رو بذاریم سوابق وام. یه جوری دیگه گیج کننده هم نمیشه. خب توی لیست سوابق وام چه چیزی ثبت می شود؟ درخواست هایی که با موفقیت در واقع به ثبت رسیده و تایید شد، تا مرحله طی کرد. خب توی سوابق وام ما چه ستون نیاز داریم؟ تایتل که همون عنوان وام میتونه باشه. همینجا میتونیم ما یه لوکاپی بزنیم به درخواست وام که بگیم تعداد درخواست دهنده اینجا بیاره. همین که نه، میتونیم ستون های خودش رو بسازیم اگه خیلی با اون مرتبط نیست و اینا رو پر کنیم. ما تایتل میگیم هم عنوان درخواسته. خب اینجا چه چیزی ما نیاز داریم برای ستون های در واقع لیست سوابق وام؟ مبلغ وام، اینجا اسمش رو میذاریم در واقع amount، مبلغ، مبلغ نهایی، درست شد. کاربر درخواست دهنده، آیا کاربر درخواست دهنده رو ما اینجا داریم؟ آیا میتونه همون created by باشه؟ این بستگی داره به اون سلیقه ما طراحی workflow. منتها من اینجا برای اینکه حالا هر دو سوالت که ممکنه پیش بیاد رو در نظر بگیرم، اینجا من میام یک در واقع
اکانت کاربر درخواست دهنده رو جدا ایجاد میکنم. دلیل داره که اونجا ایجاد نکردم ولی اینجا ایجاد کردم، چون که کریتد بای خود این کاربر دیگه نباشه به هر دلیلی تو مراحل مختلف که ورک فلو ایجاد در واقع اجرا میشه. خب ما اینجا پرسونال گروپ میذاریم، اینجا میذارم کاربر وام گیرنده. فارسی رو حتما بذارید اگه اسم اسامی انگلیسی میذارید که بعدا گیج کننده نماش. و مبلغ یه چه کسی گرفته، عنوانش، تاریخ در واقع شروع در واقع وام، میتونه همون created by باشه، اینجا هم مثلا همون لیست درخواست میتونه نبگه مثلا درخواست ثبت شده دو ماه دیگه به وامو میدیم، تاریخ شروع قسطت هم و دو ماه دیگه است. خب حالا ما این ذره ساده تر میکنیم، عنوان داریم، میزان وامو داریم، کاربر وام گیرنده رو داریم، دو تا ستون دیگه من اضافه میکنم، یکی تعداد اقساطمونه، مثلا اسمش رو میذاریم count، حالا تعداد اقساط، تعداد اقساط باقی مانده، اقساط باقی یا تعداد اقساط پرداخت شده دیگه، حالا سختش نکن. اینجا میگیم نامبر و اینم میگیم صفر و باقی مانده قسط. یه مبلغ داریم مثلا 100 میلیون تومان وام گرفتیم، یه مدت گذشته چند تا قسطش رو پرداخت کردیم، میتونیم مبلغ باقی مانده قسط جدا ذخیره کنیم. البته میتونیم رو هم محاسبه کنیم، یه تعداد قسط رو ضرب در یه عددی به نام مبلغ قسط بکنیم و محاسبه کنیم از اماونت کم کنیم. یا یعنی که میتونیم نه، مثلا حالا به دلایلی شیوه پرداخت چجوریه که رقم متغیره، یه ماه یه میلیون تومان پرداخت کنیم و دو میلیون تومان، و ما اینجا فقط تعداد ذخیره میکنیم و میزان باقی مانده وام. خب پس من یه ستونیم اینجا در نظر میگیرم، میذاریم اسمش رو left amount، باقی مانده مبلغ وام، میذاریم باقی مانده مبلغ وام. اوکی خب من لیست ها رو ساختم، پس سه تا لیست ساختیم ما اینجا، یک لیست پرسونلی که در داخل سامانه در واقع منابع انسانی ما هست، دو تا لیست هم ساختم، درخواست وام و سوابق وام، که درخواست وام شامل این فیلد هست، سوابق وام درخواست هایی که تایید شده. خب اما ما میام توی این employer لیست پرسونلی یه تعداد آیتم ثبت میکنیم، مثلا من میام اینجا میگم اجازه متشرعی employee account، account هم اونجا میام teacher employer date، اینجا حالا مثلا سلام میگیم و منیجر اکانت. خب اینجا ما سه تا یوزر داریم، من اینجا یوزرامونم بگم که سه تا یوزر داریم، یک یوزر داریم به نام تیچر که خود یوزر من هست، یه یوزر داریم به نام ریپ و یه یوزر داریم به نام اوپی. حالا به دلیل این یوزر رو قبلا داشتیم و همه داریم استفاده میکنیم. خب فرض کنیم یوزر ریپ مدیر تیچره، خب مدیر تیچره و یوزر اوپی چیه؟ مدیر مالیه. هرچ پس من اینجا میام در واقع یوزر ریپ رو، حالا واحد تعمیرات اوپی رو بگیریم، اینجا بگیم OP منیجرمونه، حالا اینا مثلا بگیم برای واحد مالی. چرا با این کار داریم؟ تو برای تایید درخواست
این کاربر این یوزر هستش که باید تو کار تابلوش تایید کنه. پس مهمه که چه یوزری داشته باشه. خب حالا تعداد یوزرهای دیگه هم میتونه باشه دیگه. مثلا اینجا مثلا میذاریم علی امیری، امپلوی اکانتش چیه؟ مثلا همین ریپ که من گفتم. تاریخ استخدامش رو هم میاریم، مثلا میگیم مثلا یه سال پیش بود و مدیرش هم حالا همین اوپی هست. حالا یوزر هم یه بار محدودیت داره دیگه، حالا بدون هزاران یوزر رو ساختار اطلاعاتش اینجا ثبت بشه. خب یوزر های ما هم آماده است. من با یوزر تیچر در واقع لاگین هستم، ورک فلو مون رو با اون در واقع ایجاد میکنیم و درخواست هم با همین یوزر خواهیم زد و مدیر تایید کننده ما یوزر اوپی خواهد بود و طبق این جدولی که داریم. حالا اینکه چجوری این کار انجام میدون داخل ورک فلو توضیح خواهم داد. اما بریم سراغ ساخت فرایندمون. فرایند من کجا میسازم؟ میام تمام کارامون توی پروژه در واقع درخواست وام هست، سامانه درخواست وام، همین که رنگش سبز. ما دو تا لیست داشتیم که سوابق وام، درخواست وام. فرایند ما مربوط به درخواست وامه، پس ما ورک فلومون هم باید داخل همین سایت بسازیم. ما این تکس رو قبلا نصب کردیم، نحوه نصبشون کار نداریم. میام تو تب لیست گزینه ورک فلو. آها اینجا رو نینتکس فعال نیست. چرا؟ چون سایتی که ما ساختیم فیچر نینتکس براش اکتیو نکردیم. میام توی سایت ستینگ منیج سایت کالکشن، این یه سایت کالکشن بود که جدا ساختیم. میایم در واقع سایت کالکشن فیچرز، این سبز یه ذره درستش هم نمیبینه. اینجاست. خب سایت کالکشن فیچرز من ذره دور از مانیتور هستم. خب من اینجا میام و گزینه نینتکس ورک فلو رو اینجا که نیاز دارم فعالش میکنم. حالا فعلا با فیچر نینتکس فرمولا کاری نداریم. همینطور نینتکس ورک فلو وب پارت و اینفو پس رو، چون با اینفو پس هم این نکاتی داریم که بعدا در ادامه خواهم گفت. برای پیشواز این فیچر اول کفایت میکنه، ولی برای وب پارت میخوایم کارتابل اینا داشته باشیم، لازمش داریم. اینفو پس هم همینطور. فرما رو هم بعدا فعالش میکنم، حالا فعلا وقت رو این نمیذاریم. خب من میام توی لیست درخواست وام، تب لیست از خواهی میکنم سایت فیچرش هم باید فعال بشه، علاوه بر سایت کالکشن فیچر و باید توی منیج سایت فیچرز و اینجا این رو هم باید فعال کنیم. خب حالا باید میایم داخل لیست درخواست وام، تب لیست اینجا برای ما فعال شد. برای لیست جدید، برای ورک فلو جدید، اینجا کریت ورک فلو رو میبینیم. برای مدیریتش رو منیج ورک فلو. من فقط توضیحات سریع میگم، اگر مثلا مباحث قبلی دوره خود مبانی یادمون رفته سریع میگم، ولی گفتم پیش نیاز اینه که اونا رو بلد باشیم. خب میام توی ورک فلومون. الان اینجا بر اساس اون در واقع این چارتی که اینجا داریم، در گام اول هنگام ثبت درخواست وام ما باید بررسی کنیم که آیا این کاربر، این پرسونل، دو سال از سابقه کارش گذشته یا نه. خب برای این موضوع من اینجا باید اطلاعات کاربری رو استخراج کنم. اطلاعات کاربری من توی سایت دیگه ایه به نام امپلوی، توی اصلا سایت کالکشن دیگه، حتی زیر مجموعی این هم نیست، مخصوص داده سایت کالکشن متفاوت گرفتیم. خب من در گام اول میام تو قسمت ورک در واقع وریبلز. اینا نکات مهمه. ببینید دوستان، چیزایی که ما میخوایم استفاده کنیم زیاد توی فرایند، تو قسمت مختلف، اکشن مختلف، سعی کنیم توی وریبل متغیر رو یا متغیر اونو ذخیره کنیم. مثل نام کاربری دیگه بگم، داده هایی که میخوایم جای مختلف استفاده کنیم، چون سیستم به ازای هر بار که میخواد بره و اونا رو فرا